سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از حقایق مخفی در مورد دیسک بازی آماده کردم که ازشون اطلاع ندارید. دیسک بازی ها شاید در نگاه اول خیلی ساده به نظر برسن، اما برخلاف این سادگی یه سری حقیقت خیلی باحال در موردشون وجود داره که من امروز شما رو با 10 تا از اونا آشنا میکنم. شماره 10، وقتی که اسم دیسک و کنسول های سی دی رام دار به گوش شما میخوره، قطعا یاد پلی استیشن 1 میافتید. خیلی ها فکر میکنن اولین کنسول خانگی که اومد سی دی رام رو توی خودش گذاشت پلی استیشن 1، اما جالبه بدونید که قبل از پلی استیشن 1 یک کنسول بازی به اسم پی سی انجین دیو از این حرکت استفاده کرده بود. البته این اسمیه که توی ژاپن بهش میگن، توی اروپا احتمالاً باید اونو با اسم توربو دیو بشناسن. پلی استیشن 4 سال بعد از اینکه توربو دیو عرضه شد به بازار اومد. این یعنی اون اولین کنسولی نبود که اومد از سی دی استفاده کرد. اما خب حالا که داریم در مورد اولین ها صحبت میکنیم، بد نیست به اولین بازی های اشاره کنیم که روی دیسک عرضه شدن. بازی لورد آف ساندر اولین عنوانیه که خب به صورت کامل روی سی دی و برای توربو دو عرضه شده. اما بذارید به اولین بازی پلی استیشن 1 هم اشاره کنیم که خب اسمش ایس کامبت 2. شماره 9، احتمالاً شاید برای خیلی سوال پیش اومده باشه که چجوری عنوانی مثل فاینال فانتزی که خب یک جی آر پی جی معروفه به صورت انحصاری برای پلی استیشن عرضه میشه، اما از اون خبری روی کنسول های نینتندو نیست. خب اگر یکم تاریخ بدونید، احتمالاً باید بدونید که اولین نسخه های فاینال فانتزی روی نینتندو عرضه میشد و یک جورایی این فرانچایز رو با این کنسول میشناختن. چی شد که فاینال فانتزی از نینتندو به پلی استیشن سویچ کرد؟ خب این برمیگرده به تصمیم اشتباهی که نینتندو گرفت. وقتی که اونا میخواستن نینتندو 64 رو عرضه کنن، قبول کردن که کنسولشون به جای اینکه سی دی بخوره از کارتریج استفاده بکنن. خب بذارید فرق کارتریج و سی دی رو بهتون توضیح بدم. کارتریج توی اون دوره حجمی بین 4 تا 64 مگا جا میگرفت، اما سی دی 650 مگ فضا داشت. از اونجایی که بازی فاینال فانتزی 7 به فضای خیلی زیادی نیاز داشت، فهمیدن که خب نمیتونن همچین چیزی رو با نینتندو به ثمر برسونن. به همین دلیل اونا تصمیم گرفتن برن با پلی استیشن قرارداد ببندن و بازیاشون رو به صورت انحصاری روی اون کنسول عرضه کنن. اگر فاینال فانتزی 7 برای پلی استیشن 1 انجام داده باشید، احتمالاً میدونید که 3 تا سی دی بود. اگر اونا میخواستن همین بازی رو دقیقاً با همین کیفیت برای نینتندو 64 عرضه کنن، نیاز به 30 تا کارتریج داشتن که خب هزینه خیلی سرسام‌آوری داشت. به همین دلیل اونا تصمیم گرفتن برن سراغ پلی استیشن که خب نینتندو هم جواب خیلی تندی بهشون داد، گفت اگه شما الان دارید ما رو ترک میکنید، دیگه هرگز برنگردید. اوچ. اما خب یا فرانچایز دیگه هم بود که اومد از این قضیه استفاده کرد و از نینتندو به پلی استیشن سویچ کرد که خب اون بندازه فاینال فانتزی چندان معروف نیست، بازی دراگون کوست 7. شماره 8، اگر یکم سنتون بیشتر باشه، احتمالاً یه چیزایی باید در مورد دمو بدونید. خیلی از بازی‌ها قبل از اینکه دموی خودشونو به صورت آنلاین به شما عرضه کنن و شما اونو دانلود کنید، این کارو با دیسک انجام میدادن که مردم می‌رفتن اون دیسک رو به قیمت کمتری می‌خریدن و دموی بازی رو انجام میدادن. خب یه نکته‌ای در مورد این دمو وجود داشت که خیلی وقتا بازی به صورت کامل روی اون بود، فقط برای شما بالا نمی‌اومد. البته بازی به صورت بتا اونجا بود، اما با این حال خودش خیلی حرف بود. این موضوع با بازی کرش بش برای پلی استیشن 1 مشخص شد، چرا که اگر شما نسخه دمای کرش بش رو داشتید و یک رمز خاص رو وارد می‌کردید، میتونستید به نسخه کامل بتا دسترسی پیدا کنید. البته اینو بگم که نسخه نهایی با بتا فرقای زیادی داشت، اما با این حال اگه مردم متوجه همچین چیزی میشدن، قطعا خیلی خیلی روی فروش کرش بش تاثیر داشت. خوشبختانه این قضیه 9 سال بعد از اینکه این بازی عرضه شد درس کرد. فکر کنم حالا باید فهمیده باشید که معمولاً توی یک دیسک میتونه چه چیزای مخفی وجود داشته باشه. خب حالا که داریم درباره چیزای مخفی در دیسک‌های بازی صحبت می‌کنیم، بهتر به بازی تایگر وودز 99 هم اشاره کنیم که برای پلی استیشن 1 توسط EA عرضه شد، چرا که توی این دیسک هم یک محتوای مخفی وجود داشت. البته برای پیدا کردنش شما باید دیسک رو توی PC خودتون می‌ذاشتید. اونجا اگر به قسمت فایل‌ها می‌رفتید، احتمالاً می‌تونستید یک فیلم خیلی کوتاه به اسم اسپریت آف کریسمس رو پیدا کنید. خب یه جور کلیپ طنز بود که توی اون دوره حسابی وایرال شده بود، اما از اونجایی که اینترنت هنوز وجود نداشت، مردم اونو به صورت نوار VHS و یا CD به هم دیگه میدادن. که خب EA اومده بود این فیلمو توی دیسک خودش جا داده بود، اما بعد از اینکه این قضیه لو رفت، EA اومد به کسایی که دیسکو خریداری کرده بودن گفته بود خب اونو پس بیارید تا ما بگیریم فیلمو پاک کنیم، که احتمالاً خیلی همچین کاری نکردن، چرا که اسپریت آف کریسمس توی اون دوره خیلی معروف بود. اما
اگر یه نگاهی به اسپریت آف کریسمس بندازید، احتمالاً شما را باید یاد یک انیمیشن خیلی معروف بندازه. درسته، یاد ساوث پارک میندازه، چرا که خب اسپریت آف کریسمس دقیقاً توسط سازندهای ساوث پارک درست شده. شماره 6، بچه‌هایی که پلی‌استیشن 1 و پلی‌استیشن 2 داشتن احتمالاً یه چیز رو خیلی خیلی خوب درک می‌کنن. اونم خش افتادن سی دی هاست که خب خیلی وقتا باعث می‌شد کنسول دیسک رو بالا نیاره. معمولاً یه جاهایی مثل ویدیو کلوب وجود داشت که شما می‌رفتید دیسک رو به اونجا می‌دادید، بعد یک لایه رو به صورت خیلی نازک که روش خش افتاده بود برمی‌داشتن و شما دوباره می‌تونستید بازی خودتون رو انجام بدید. به این حرکت می‌گفتن خشگیری. اما جالبه بدونید که یک کار خیلی راحت تر وجود داشت که شما میتونستید با استفاده از اون خش دیسکای خودتون رو بگیرید بدون اینکه پول خرج کنید. برای این کار شما به یک خمیر دندون سفید خیلی ساده نیاز داشتید. دقت داشته باشید که باید سفید باشه. اونا میگرفتید روی دیسک خودتون خیلی آروم میمالیدید. اینطوری اون قسمتایی که خش افتاده بود پر میشد. بعد دیسک رو میشستید و به یک حوله پارچه چیزی اونا تمیز میکردید. آره شاید یکم غیر منطقی به نظر برسه، اما این حرکت جواب میداد و سیدی شما خیلی راحت خشگیری میشد. شماره 5، قسمت بازاریابی کمپانی های بازی‌سازی حاضرن دست به هر کاری بزنن تا فروش خودشونو ببرن بالا، که خب هر از گاهی کارهای خلاقانه ایجاد میشه. اوایل تنها کاری که میتونستن بکنن تا شما رو جذب کنن این بود که کاور بازی رو بگیرن خیلی خفن ایجاد کنن تا شما به خودتون بگید واو این چه بازی خیلی خفنیه، من حتما باید برم اونو بگیرم. اما بعضی از عناوین اومدن با دیسک خودشون هم حرکتای خیلی باحالی زدن. به عنوان مثال بازی زینوبلید کرونیکل اومد دیسک خودشو به این شیوه درآورد که همونطور میبینید وسط اون دایره شمشیر کاراکتر اصلی وجود داره که خب خیلی شبیه شمشیر اصلی بازی شده. یا مثلا بازی بی‌نظیر رزیستنس 3، البته نسخه اسپشال ادیشنش که بماند هم کاور خیلی خفنی داشت، دیسکش هم به صورت خیلی باحالی درست کرده بود. اگر نگاه کنید این دیسک به صورت حلقه‌های گرامافون ایجاد شده که به نظرم خیلی خیلی قشنگه. نینتندو هم از این حرکت زده. اگر به دیسک سوپر ماریو وی نگاه کنید احتمالاً عکس 4 تا کاراکتر اصلی رو می‌بینید. اما چیزی که باید بدونید اینه که در واقع این عکس یه جورایی شما رو یاد کنترلر معروف فامیکام مینداخت که همون NES یا میکروی خودمونه. اما به نظر من باحال‌ترین خلاقیتی که در مورد دیسکا به خرج دادن مربوط به بازی اونچان برا میشه. همونطور که میبینید این بار سوراخ جای خاصی قرار گرفته که خب خیلی جالبه، انگار گرفتن بازی رو سانسور کردن. خیلی خیلی خلاقیت باحالیه، مخصوصا وقتی که شما این دیسکو چسبیدید و انگشت خودتون کردین توی اون سوراخه. شماره 4، احتمالاً الان خیلی باید فرق بین DVD معمولی و بلوری رو بدونن، اما برای کسایی که اطلاع ندارن باید بگم که شما توی بلوری 5 برابر بیشتر از DVD معمولی جا دارید. خب حالا فکر میکنید دلیل این کار چیه؟ دلیلش اینه که توی ساخت بلوری از لیزر آبی استفاده شده، این در حالیه که دیسکای معمولی رو با لیزر معمولی درست میکنن. خب اگه یک ذره انگلیسی بلد باشید احتمالاً میدونید که بلوری یعنی لیزر آبی، بلو که یعنی آبی و ری هم که یعنی عشه. اما خب فکر میکنید این قضیه چطوری میتونه روی دیسک تاثیر بذاره و فضاشو بیشتر کنه؟ در واقع طول موج لیزر آبی نسبت به بقیه لیزرها کوتاه‌تره و به همین دلیل شما میتونید توش دیتای بیشتری رو ذخیره کنید و فضای بیشتری رو بهتون میده. به همین سادگی به طور کلی اگر اونو بخوایم به زبان ساده‌تر توضیح بدیم، لیزر آبی نسبت به بقیه لیزرها قوی‌تره. شماره 3، اگر خیلی آدمی باشید که به جزئیات دقت کنید احتمالاً میدونید که دیسکو به دو صورت می‌نویسن، دیسک با C و دیسک با K. خب فکر میکنید املای کدوم یکی از این موارد صحیحه؟ در کمال تعجب باید بهتون بگم که املای هر دوتاشون درسته و خب از اون عجیبتر اینه که این دو نوع املا به دو نوع دیسک مختلف اشاره میکنن. درسته دیسک اگر با C نوشته بشه به دیسک های آپتیکال اشاره میکنه، یعنی چیزهایی مثل CD، DVD، بلوری یا اینطور چیزا، اما اگر با K نوشته بشه به دیسک های مگنتیک اشاره میکنه، یعنی چیزهایی مثل فلاپی و هارد دیسک، که خب فکر میکنم احتمالاً باید 90% کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن از فلاپی خاطره ای نداشته باشن. شماره 2، اما اجازه بدید یه خبر خیلی باحال در مورد دیسکا بهتون بدم. ظاهراً یک دیسک خیلی جدیدی داره ساخته میشه. خب قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای داره. اجازه بدید در موردش یکم بهتون توضیح بدم. ظاهراً این دیسک جدید از تکنولوژی به اسم مموری کریستال استفاده کرده که باعث میشه شما ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشید. مثلا دیتاهایی که داخل این دیسک های جدید ذخیره میشه میتونه تا 1,000,000 سال دوام بیاره. 1,000,000 سال خیلی زیاده بچه‌ها. از اون گذشته چیزی که بیشتر منو به وجد میاره میزان فضایی که این دیسک به شما میده، چیزی در حدود 360 ترابایت. 360 ترابایت واقعا زیاد محسوب میشه، یعنی ما هاردای 2 ترابایت خودمون رو نمیتونیم پر کنیم. حالا حساب کنید یک دیسک میتونه به شما 360 ترابایت فضا بده.
اجازه بدید ابهت 360 رابایت رو با یک توصیف بهتون ثابت کنم. اگر شما قرار باشه این 360 رابایت رو روی CD ذخیره کنید، به چیزی حدود 500 هزار تا حلقه نیاز دارید. شماره 1، ما اغلب توی لیستای خودمون به یک سری گیمر بیکار اشاره میکنیم که خب دست به کارهای خیلی خلاقانه و باحالی میزنن. خب در مورد دیسک هم ما یه همچین چیز داریم، چرا که یه گیمر پیدا شده که یک ربات خیلی باحال برای تنبلی خودش درست کرده. این ربات روی کنسول ایکس باکس 360 این گیمر کار میکنه و خب قادره که دیسکو از توی کنسول در بیاره، اونو سر جاش بذاره و دوباره یه دیسک دیگه انتخاب کنه و بذاره داخل کنسول، که خب کار خیلی خفنی نمیکنه، اما با این حال به نظرم خیلی باحال بود و باید توی لیست خودمون بهش اشاره میکردیم. خب بچه ها، اینم از لیست امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم اگه نکته خاصی در مورد دیسک بازی های ویدیویی میشناسید حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر از ویدیوی امروز راضی بودید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.